بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عجل فرج مولانا صاحب العصر و الزمان. ای خدا اهل یقین را دل همه شیدای توست، دوستان را ره به سوی درگه والای توست. هر که آهنگ تو دارد با نشانی ساطع است، وان که را نور ز عرفان دل پر از پروای توست. آن که می خواند تو را آوای او بالا بری، آن که می خواند تو را آوای او بالا بری، وان که فرماید اجابت ذات بی همتای توست. مستجاب آید دعایی آن که با تو راز گفت، وان که سویت باز گردد توبه هاش ممضای توست. هم ببخشایی بر آن اشکی که می بارد زبیم، دست آن گیری که در درماندگی جویای توست. هر کی جوید از تو یاری، یاری او می کنی. هر کی جوید از تو یاری، یاری او می کنی. وعده هایت بندگان را حاصل از ایفای توست. سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایک شما خوبان و عزیزان و بینندگان خوب تلویزیون هادی از شهر مقدس نجف اشرف. برنامه به وقت بیدار، امیدوارم که در هر جای دنیا که هستی صحتمند و سر حال باشید. بنده حقیر و عزیزانمون رو هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. امیدوارم که صحتمندی و خوشحالی در زندگی شما جریان داشته باشد. با احترام و افتخار در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای خاتمی هستیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید به برنامه امشب. علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان خوب برنامه به وقت بیداری از تلویزیون هادی. سلامت باشین. زمین خوش آمد بگیم مجدد. تشکر میکنم از شما از اینکه وقتتان را در اختیار ما قرار دادین. جناب استاد آقای خاتمی، عزیزان، چنانچه وعده داده بودم در هفته های گذشته که در خصوص شرح و تفسیر زیارت امینالله گفتیم که یک جلسه بدون شک کافی نیست، ما جلسات بیشتر رو اختصاص میدیم به این موضوع. امشب هم برنامه رو اختصاص دادیم به شرح و تفسیر زیارت امینالله که یکی از پرمحتواترین و بهترین زیارت ائمه معصومین علیه السلام هست که انشالله توفیق بشه، انشالله که همه شما مشرف بشین به زیارت عتبات عالیات و این زیارت پرمحتوا و پربرکت رو قرائت بکنید از ته دل خدمت ائمه معصومین علیه السلام. جناب استاد، همونطور که عرض کردم در ادامه بحث گذشته که ما رسیدیم به فقره چهارم از زیارت امین الله که حضرت امام سجاد علیه السلام می‌فرماید محبتاً لصفوت اولیائک. اگر لطف کنین توضیحات رو در این خصوص عنایت بفرمایید که در خصوص صفوت اولیائک که مراد از اولیاء الله و همینطور محبت اینها رو اگر لطف کنین بیان بکنین ممنون می‌شم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین. خدمت شما عرض کنم که همون گونه که در هفته گذشته خدمت شما عرض کردیم، امام سجاد علیه السلام وقتی آمدن به زیارت جد بزرگوارش امیرالمؤمنین علیه السلام، بعد از سلامی که به حضرتش داشتن 13 تا خواسته را هم در کنار حرم امیرالمؤمنین از خدا خواسته. بله. کی فرمودن اللهم اجعل نفسی مطمئنه بقدرک، راضیه بقضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، محبتن لصفت اولیائک. این سه تا فقره گذشته را ما توضیح دادیم به اندازه ای که وقت به ما اجازه داد. حالا رسیدیم به فقره چهارم که محبتن لصفت اولیائک باشه. یعنی امام سجاد می فرماید که خدایا تو که ارحم الراحمین هستی، برای من محبت اولیای برگزیده خودت را عنایت کنید. این اصل ترجمه تحت لفظی این جمله، یعنی خدایا شما محبت اولیای برگزیده را برای من عنایت کنید. حالا نسبت به خود کلمه محبت، اگر ما بخوایم صحبت بکنیم، خود محبت، دوستی، علاقمندی و عشق یک کلمه است که هر انسانی در وجود خودش این را دارد.
از اموری است که وجدانی است، نیاز به تحلیل و برهان و دلیل نداره. یعنی انسان به ما هو انسان را اگر ما در نظر بگیریم، هر انسانی در عالم هست، حالا ما فرض کنیم قریب به 8 میلیارد خورده انسان که داریم، در همه اونها این غریزه حب و دوستی وجود دارد. حالا اون حب و دوستی به چی هست؟ یک طرف حبیب هست، کسی که دوست داره، بله. اون طرف دیگه متفاوت هست، گاهی یک شی هست، گاهی یک انسان هست، گاهی یک موجودی از موجودات هست. پس بنابراین این حب خودش از نگاه تعریف نیاز به تعریف ندارد، امر وجدانی. بله. خدمت شما عرض کنم، اما اگر ما بخوایم نهایتاً با لفظ بیان بکنیم، میگیم که حب عبارت هست از یک رابطه جذب و انجذاب. یعنی بین اون حبیب و محبوب یک رابطه و علاقه وجود داره که این رابطه و علاقه سبب این محبت شده. مثلا شما از هر فردی که در دنیا هست اگر سوال کنید که شما این شخص را چرا دوست داری؟ این فرد را چرا دوست داری؟ اون دلیلش را میگه، یا میگه این پدرم هست لذا من دوست دارم، یعنی مربوطی به من هست دوست دارم، یا اینه که این شخص مادرم هست، این کلمه اضافه به خودش مطرح می شود. این مسئله وجود دارد، تک تک انسان ها در اطرافش کسایی هست یا موجوداتی هست که به اونها عشق و علاقه دارد. این از نگاه اگر بگیم یک تعریف لفظی برای کلمه حب بیان کرده باشیم. اما از نگاه اقسام حب اگر ما بخوایم مطرح بکنیم، ما دو قسم حب داریم. یک حب ممدوح داریم، حب مورد پسند، حب خوب، دوستی و علاقه و عشق که خوب مورد پسند، هم از نگاه عرف، هم از نگاه شرع و هم از نگاه دین مقدس اسلام، این به تعبیر میکنیم به حب ممدوح. و یک حب دیگری داریم به نام حب مذموم، حبی که درش مزمج وجود داره. حالا حب ممدوح کدام حب در کجاها هست؟ امام سجاد علیه السلام ازش نقل شده که فرموده بعثهم فی سبیل محبته، خداوند متعال این موجودات را که خلق کرده، خصوصا انسان را، در سبیل محبت خودش اینها را خلق کرده. پس میشه محبت خدای متعال، محبت اولیای الهی، اینها میشود از قبیل محبت های چه؟ ممدوح. یک قسم از محبت. محبت دیگه‌ای که داریم محبت مذموم هست، محبت ناپسند هست، که حالا میگیم این محبت ناپسند یا عرفاً ناپسند هست، عرف ایرا قبول ندارد. بله. یا اینه که نه، از عقلای عالم نمیپذیرد. اگر از یک عاقل به ما هو عاقل سوال بکنیم که آیا انسان عاقل که تو عقل داری، به نظرت این حب درست هست یا درست نیست، در جایش هست یا نیست، به شما میگه نه. اگر عقل را در نظر بگیریم کار خوبی نیست. از یک عاقل سوال بکنیم میگه نه این کار درسته نیست. و همینطور شرع، از شرع اگر سوال بکنیم، شرع میگه نه این ممدوح نیست، این حب چیه؟ مذموم هست. همون گونه که خداوند متعال در قرآنش میفرماید که و تحبون المال حبا جما، حب به دنیا، حب به مال دنیا، دلبستگی به دنیا و اون موجوداتی که در دنیا هست، از زر و زیور و زندگی، این قسم از حب مذموم هست. حالا با بیان این دو قسم، وقتی ما در این فقره از زیارت از امام سجاد علیه السلام این فقره نقل شده و ما و شما وقتی مشرف میشویم به زیارت امیرالمؤمنین یا به زیارت بقیه معصومین علیه السلام، اینجا این مطلب میگیم که محبتا لصفت اولیائک. حالا این محبت محبت ممدوح هست، محبت مذموم نیست. حالا سؤالی که اینجا مطرح میشه اینه که خوب، حالا اکثرا بگیم که کسانی که فارسی زبان هست، از کشورهای فارسی زبان میآید، زبانشان فارسی است، اینا وقتی در زیارت می، اولین سوالش اینه که خب به ما در اینجا امام سجاد آموخته که ما بیاییم از خدا محبتی اولیای برگزیده را بخواهیم. خب اینجا سوال میشه، خب ما تشویق شدیم و میاییم اینجا سوال میکنیم که خدایا برای ما محبت اولیای برگزیده خودت را عنایت کن. حالا سوال اینه که این اولیا کیه؟ خب ما الان از سوال میکنیم، خب قبل از سوال باید بدونیم، بدون شک، آره، اول بدونیم که کی هست اینا، بعد از خدا بخوایم که خدایا شما محبت اینها را با ما مرزوق کنید. خدمت شما عرض کنم که دو تا فرد میتونیم برای این بیان کنیم. فرد اول شک نیست که انبیا و رسولان و پیامبران، لا شک که این داخل در صفت الاولیا هست، یعنی اولیای برگزیده هست. که خدمت شما عرض بکنم، ما از نگاه آیات اگر در نظر بگیریم یا از نگاه
روایات اگر در نظر بگیریم این جمله تأکید شده. در آیه قرآن داریم که خداوند متعال می‌فرماید برای پیامبرش که پیامبرم شما برای مردم بیان کن، این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. الان در این آیه خداوند متعال بیان کرده که آی مردم، اگر شما خدا را دوست دارید پس از کی پیروی کنید؟ از پیامبر اسلام پیروی کنید. اگر پیروی کردید خداوند شما را دوست داره و ذنوب شما را میبخشه. پس این مسئله پیامبران و اولیا و رسول ها، اینا یقینا داخل در چیه؟ اولیای برگزیده هست. یا در روایتی داریم که از پیامبر مکرم اسلام نقل شده که لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده و والده و من الناس اجمعین. کی شما ها ایمان، شما ایمان دارید؟ میگه هیچ کدام از شما ایمان ندارید مگر اینه که من پیامبر، من فرستاده خدای متعال در نزد شما، از پدر شما، از مادر شما، از فرزند شما و از همه مردم محبوب تر باشه. پس میبینیم که پیامبر مکرم اسلام خودش یکی از اولیای برگزیده است. خب پس گزینه اول یا فرد اول اولیای برگزیده، اینها انبیا و پیامبران هستند. فرد دوم این اولیای برگزیده عبارت هست از ائمه معصومین. حالا به چی دلیل ما میگیم که ائمه معصومین هم داخل در این صفت اولیا هست؟ به خاطر اینکه اولا صدر این زیارتی که یه امین الله در اونجا امام سجاد فرموده سلام علیک یا امیر المؤمنین، امین الله، بعد هم آمده قیدی امیر المؤمنین ذکر کرد. خب مسلمن امیر المؤمنین را جمله صفت الله قصد کرد. یه اولا. ثانیا اگر ما برگردیم به آیات قرآن و روایاتی که از ائمه معصومین و رسول اکرم نقل شده، میبینیم که در اونها یقینا خود خدا، صراحتا خود خداوند متعال آمده ائمه معصومین را، اهل بیت پیامبر را از جمله صفه اولیا بیان کرده، یعنی اولیای برگزیده بیان کرده. در جایی که خداوند متعال میفرماید نسبت به پیامبر، قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القرب. خدای متعال اینجا به پیامبرش میگه ای پیامبر من، به مردم بگو این رسالتی را که من برای شما بیان کردم، اینی که من شما را از کفر و شرک آوردم به طرف یکتاپرستی، شما را عاقبت به خیر کردم، شما مسلمان شدید، ایمان آوردید، اون طرف ضمانت شده، شما یقینا بهشتی هستید. من نسبت به این کارم هیچی از شما نمیخواهم، فقط یک چیز را میخواهم، اون چیه؟ الا الموده فی القربا. پس اینجا قربا کیه؟ اهل بیت پیامبر، اهل بیت پیامبر، نزدیکانش. آیه تطهیر اینا را اگر ما کنار هم قرار بدیم چی میشود؟ اهل بیت پیامبر میشود اولیای برگزیده، اولیایی که خداوند متعال اینا را برگزید. یا در روایت دیگر از پیامبر مکرم اسلام همین نقل شده است که احد از شما ایمان ندارد حتی اکون احب الیه من نفسه، و اهل بیت من محبوب تر باشد پیش او از اهل بیت خودش، و ذریتی احب الیه من ذریته. خب این گزینه ها رو آورده گفته هیچ فردی از افراد شما ایمان نداره مگر اینی که من پیامبر از نفس خودش برایش محبوب تر باشه. اهل بیت من، ذریه من، اینا از ذریه خودش، از عترت خودش، از اهل بیت خودش چی باشه؟ محبوب تر باشه. پس طبق اون آیات و این روایات به نتیجه میرسیم که اهل بیت پیامبر مکرم اسلام اینا هم داخل در چیه؟ اولیای برگزیده هست. پس در این روایت ما امام سجاد علیه السلام از خدا چی میخواید؟ از خدا این را میخواید که خدایا شما برای من محبتی اولیای برگزیده را عنایت کن. خب حالا که ما میگیم در این زیارت چی میگیم؟ میگیم که محبتا لصفت اولیا، اکثر قصد میکنیم، میگیم خدایا برای ما محبتی او انبیاء و ائمه معصومین را عنایت کن. شما که ارحم الراحمینی، شما که لطف و مرحمت داری، برای ما این محبتی ائمه معصومین و انبیا را عنایت کنید. پس از نگاهی خود این جمله محبتا لصفت اولیا برای ما روشن شد.
دوستی اولیای برگزیده که این اولیای برگزیده عبارت شد از انبیا و ائمه معصومین علیهم السلام که انشاءالله بیننده های عزیز مشرف شود در نجف اشرف کنار حرم امیرالمؤمنین علیه السلام و این جمله را وقتی که قرائت میکنه معنایش را بفهمد که محبتا لصفت اولیائک یعنی محبتی ائمه معصومین که من جمله امیرالمؤمنین هست و بقیه پیامبران و ائمه معصومین علیهم السلام. انشاءالله که خداوند به همه عزیزان و آرزومندان این توفیق رو عنایت بفرمه. تشکر میکنم از شما از بیانات بسیار زیبای شما. بینندگان عزیز ما یک میان برنامه بسیار کوتاه داریم، برمیگردیم در ادامه برنامه و این بحث بسیار شیرین انشاءالله در خدمت شما خوبان خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان تلویزیون هادی و همینطور برنامه به وقت بیداری از شهر مقدس نجف اشرف جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. عزیزان قبل از اینکه ما بپردازم به ادامه برنامه امشب ما، خدمت شما یادآور میشم که پول ارتباطی شبکه هادی هست شماره مثبت 964 780 255 413. عزیزان ما میتونن که از این طریق نظرات و پیشنهاداتشون با ما شریک بسازن، انشاءالله که کارشناسان ما در خدمتشون خواهد بود و همینطور برنامه های تلویزیون هادی رو میتونین از طریق شبکه های اجتماعی هم بیننده باشید، انشاءالله بارگذاری میشه اونجا. عزیزان ما میتونن در فرصتی که دارن در طول روز برنامه ها را دنبال بکنن و همینطور برنامه شرح و تفسیر زیارت امین الله انشاءالله در طی چند قسمت خدمت شما از آن ارائه میشه که میتونین سر فرصت همه ای چند برنامه را کنار هم بیننده باشید انشاءالله. جناب استاد اشاره فرمودین در خصوص محبت اولیاء الله، محبت اولیاء الله یا همون اولیاء برگزیده خداوند. دوست دارم که از شما بشنوم آثار و برکات محبت این اولیاء چی هست، چه آثار و برکاتی داره که اینقدر امام اونجا تاکید میکنه بر ای که از خداوند میخواد خدا شما نصیب من بگردان محبت لصفت اولیائک. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینی که به این نکته بپردازم نسبت به آثار یا آثار محبت انبیای اولیای برگزیده و خدمت شما عرض بکنم و همچنین نسبت به اسبابی که چه اسباب باعث محبت میشه بله. و محبت به وجود میاره، این نکته رو عرض کنم که خب حالا ما فهمیدیم که معنای این جمله چیه. بله. حالا خدمت شما عرض کنم میخوام این مطلب عرض بکنیم که یک نکته‌ای که خیلی مهمه اون اینه که وقتی ما ائمه را دوست داریم یا انبیا و اولیا را دوست داریم باید بفهمیم علت دوستی ما چیه. ما که ائمه معصومین را دوست داریم علت و انگیزه این محبت چیه؟ بله. چی انگیزه باعث شده که ما ائمه معصومین را دوست داشته باشیم؟ اولیای برگزیده را دوست داشته باشیم؟ علت این چیه؟ ببینید بعضی وقتا میتونه علت مسائل شخصی باشه، مسائل مادی باشه، مسائل مالی باشه، مسائل قومی و قبیله‌ای باشه. مثلا از باب مثال میگم، البته این مثال فرضیه. مثلا فرض بفرمایید شما یکی از نوادگان، فرزندان یا اقاریب ائمه معصومین باشه، به او بگیم خب شما چرا دوست داری؟ بله. چرا ائمه معصومین را دوست داری؟ خب بگه از قوم ماست. بله. از فامیل ماست، از ما دوست داری. بله. این یک محوره، یک انگیزه هست که پس انگیزه این شخص برمیگرده به اینی که واسه فامیلش بوده. بله. از قوم قبیله اش بوده. بعض وقتا نه، انگیزه اینی که من دوست دارم و علاقه به انبیا و اولیاء الهی دارم علتش حب الهی است، خدا محوری است.
علت اینه که من آمدم انبیای الهی ائمه معصومین را دوست دارم. چرا؟ چون خداوند متعال اینها را دوست دارم، چون خداوند متعال اینها را برگزیده و من به خاطر این امر اینها را دوست دارم. و روایت هم داریم که من احب لله و ابغض لله و اعطا لله فهو ممن کمل ایمانه. انسان کی ایمانش کامل می شود؟ زمانی که حب و بغضش، انگیزه حبش و انگیزه بغضش خدایی باشه. حالا از این آقا سوال میکنیم شما با فلان شخص چرا قطع ارتباط کردی؟ حالا میگه من علتش اینه که خب اون خانه من نیامد. بله. یا علتش اینه که خب این درست همسایه من هست اما از قوم من نیست. بله. از منطقه ما نیست، از یک شهر دیگه، از یک قوم دیگه هست. فلان خواست ما رو اجابت نکرد. بله، فلان وقت درخواستی داشتیم، رفتیم در خانهش، اجابت نکرد، جواب رد داد، ما هم دیگه قد ارتباط کردیم. لذا الان شدیم با این دشمن. علت بله. دشمنی ما اینه که به سوالهای ما پاسخ نداد، درخواستهایی را که ما داشتیم این رد کرد. بله. علت قطع ارتباطی ما و علت دشمنی ما اینه. این درست نیست. این نمیشه از اون کسایی که من احب لله باشه. این از کسایی است که من احب لنفسه شده. این اون شخص به خاطر نفس خودش دشمن میداره. اون دیگری رو چرا دوست داره؟ میگه چون هر دفعه دمی درش رفتم اجابت کرد، هر چی سوالی داشتم قبول کرد، درخواست هایی که داشتم و به من عطا کرد و این با من رفت و آمد خوبی داره، هر چی من میخوام به من میده. بله. علت دوستی من این است. بله. ما میگیم که اگر ما بخواهیم از کسانی باشیم که ایمان ما کامل شود و از کسانی باشیم که طبق این روایت ممن فهو ممن کمل ایمانه باشیم، باید انگیزه حب ما، انگیزه بغض ما، انگیزه عطا و بذل و بخشش ما الهی باشه. اگر کسی را دوست داریم میگیم چرا این آقا را دوست داری؟ میگه به خاطر اینکه این آقا واجبات را انجام میدهد، محرمات را ترک میکنه. چرا با اون شخص قطع ارتباط کرده؟ میگه به خاطر اینکه اون آدمی دروغگوست و دروغگو هم دشمن خداست، لذا من به خاطر خدا این ارتباط خدا این کار را قطع کرد. یک داستانی بسیار کوچیک و مختصر هم عرض کنم. زید ابن سوهان از صحابه حضرت علی ابن ابی طالب در جنگ جمل زخمی شد. بله. زخمی که هم منجر به شهادتش شد. ایشان وقتی از اسب به زمین افتاد، حضرت علی علیه السلام کنارش آمد، گفت که شما انت خفیف المعونه و کثیر المعونه، شما یک انسانی بسیار با درخواست کم، با مصرف کم به اصطلاح. بله. با مصرف بسیار کم ولی کار بسیار بزرگ انجام دادی. یعنی خیلی موارد شما آمدی بارها رو از شانه ما برداشتی، در حالی که هیچ تقاضایی هم از ما نکرد. اینجا جالبه، زید ابن سوهان به حضرت علی چی میگه؟ میگه علت اینه که من شما رو دوست دارم، در رکاب شما هم به شهادت رسیدم. علتش چی بود؟ علتش این بود که اولا شما انت بالله علیم، تو به خدا علم داری. بالله. علتش اینه، من که آمدم در رکاب شما جنگیدم، علتش همین میتواشه. و فی ام الکتاب علی، شما در قرآن بسیار جایگاه بلند و پرآوازه هستی. بله. من علتش اینه، والله فی صدرک عظیم، و خداوند متعال در سینه شما بزرگ است. یعنی شما خدا رو بزرگ میبینی. علت و انگیزه کارهای من اینه. ببینید زید ابن سوهان با این جمله به ما شما درس میده. این زید ابن سوهان الان شده یک فرد تاریخی که ما میتونیم تعبیر بکنیم به یک اسوه، یک الگو. بله، بله. این چی بیان کرده؟ میگه آی مردم شما بیاموزید، منی که جانم را در راه علی ابن ابی طالب دادم علاقه به حضرتش نبوده. نه از خاطر اینی که خب این در کنار ما بوده، همسایه ما بوده، دوست ما بوده، نه این حرفا نبوده، به خاطر این امور. چرا؟ چون من نشانه های خدا را در او یافتم. چون او معرفت ولی برگزیده خدا بود، لذا من او را دوست داشتم، آمدم در راه او به شهادت رسیدم. این امر خیلی مهمه که انسان در کارهایش، در رفتارهایش، در ارتباطاتش با مردم انگیزه خودش را الهی قرار بده. احب لله و ابغض ذات خدا باشه. بله. حالا خدمت شما عرض کنم که یک سوال اینه که خب چی اموری سبب می شود که ما اولیای الهی رو دوست داشته باشیم؟ خب اینجا از خدا درخواست می کنیم که خدای شما به ما محبتی اولیای خود، اولیای برگزیده را عطا کن. حالا چی اسبابی باعث میشه که ما چی شویم؟ محب صفت الله شویم، صفت اولیای خداوند شویم. خدمت شما عرض کنم از جمله این امور زیارت قبور ائمه که سبب ازدیاد محبت میشه. شما اینو خب در تاریخ ثبت شده، ما و شما سال هم الحمدلله در عراق تجربه داریم، زیارت اربعین. بله.
خب خبرنگارا از کشورهای دیگه اینجا میاد. بله. اون میاد برای پوشش خبری. بله. بعد از گذشت چند روزی تبدیل میشه به یک مسلمان، به یک شیعه ایمان. دقیقاً بله. این چرا؟ این چرا؟ به خاطر زیارته. یا نه، افرادی هست از پیروان ائمه معصومینه، اما کارهایش میلنگه. بله. نسبت به واجبات میلنگه، نسبت به محرمات مرتکب شده، شخص درست حسابی نیست. اما بله. خب این جو اربعین باعث میشه که اونم از خانه‌اش حرکت کنه بیای طرف زیارت. بله. اینجا که میه یک سری آثار اسبابی را که میبینه منقلب میشه، میبینه این شخص برگشته خیلی فرق کرده، اون شخص قبلی نیست، اون شخص قبلی نسبت به واجبات چندان اهمیت نمیداد، محرمات را مرتکب میشد، اما الان که برگشته شده یک آدمی درست حسابی. این امور یعنی زیارت قبور ائمه یکی از اسبابی است که ایجاد محبت میکنه. امر دوم اینه که خب ما بیاییم فضائل ائمه معصومین و اولیای برگزیده را بیان کنیم. حالا این فضائل که بیان میشه هم برای گوینده سبب ایجاد حب میشود، هم برای شنونده، که ما اگر این فضائل رو بیان بکنیم سبب میشه که شنونده هم چی شود؟ محبوب شود، یعنی حب ائمه برایش پیدا شود، ائمه و اولیاء الهی پیشش محبوب شود. یا در روایت از امام رضا نقل شده که اون حضرت فرمود که از هر ولی یا از هر معصوم یا از هر امامی نسبت به مأمومین و اون افرادی که پیرو اون امام است یک عهدی وجود داره. اون عهد کی وفا میشه؟ اون عهد زمانی وفا میشه و به بهترین وجه زمانی ادا میشه که در زمان وفات اون امام به زیارت قبورش برود. این یک از اسباب است که سبب چی میشه؟ ازدیاد محبت و به وجود آمدن محبت میشه. نشر معارف اهل بیت سبب ایجاد محبت میشه. خدمت شما عرض کنم ذکر مصائب اونها سبب ازدیاد محبت میشه. یا در روایت داریم که اصلا روایت از پیامبر مکرم اسلام که شما در مجالس خودتون ذکر علی را زیاد بگید. ذکر علی این عباد؟ بله. اینها باعث میشه که انسان به حضرت علی علیه السلام ائمه معصومین و همون گونه از طریق اینها به انبیا و اولیاء الهی عشق و علاقه بگید. بله. پس این شد از اسبابی که سبب ایجاد محبت میشه. محبت میشه. بله. حالا اینجا ما میگیم خوب، حالا ما محبت پیدا کردیم به ائمه معصومین و اولیای الهی، اولیای برگزیده الهی. خب این محبتی که ما پیدا کردیم، درسته؟ بله. به ائمه معصومین و امیرالمؤمنین و غیره، اینها چی آثار و برکات، چی آثار نصیب حال ما میشود؟ بله. که ما از او بهره ببریم. آثار و برکاتی که در اینجا ذکر شده خدمت شما عرض بکنم اینه که خب در روز آخرت که انسان ها از این دنیا میبرد اونجا، میرود اونجا حساب کتاب داره. بله. همه باید حساب پس بدیم. میگه یک عده از افراد هست که اینها بدون حساب کتاب، بدون اینی که به قول ما و شما به اون گاردهای بهشت یا بله. امنیتی بهشت خبر بدهد، اونطوری سر رو به زیر انداخته وارد بهشت میشه. به اینا میگه بابا شما حساب کتاب که نکردید. بله. بیرین به صف وایستین، استاده شوین در صف. بعد از اینی که حساب کتاب شما تمام شد، مجوز ورود بهشت را گرفتین، بیاین داخل بهشت. بله. شما چرا بدون حساب کتاب وارد شه؟ اینها یک جمله زیبا داره، میگه نحن المتحابون فی الله. دیگه ما حساب کتاب نداریم. ما کسانی بودیم که حب ما و بغض ما به خاطر الله بود، به خاطر لباس نو طرف نبود، به خاطر چشم ابروش نبود، جا و مقام منزلت نبود، به خاطر این بود که ما ملاک و محور و انگیزه حب خودمان خدا را قرار دادیم، از مصادیق من احب لله بودیم. لذا یکی از آثار که اگر انسان ان شاء الله که همه ما و شما از جمله محبین اولیای برگزیده باشیم، یکی از آثاری که نصیب ما می شود در اون دنیا همینه. بح. که ما وقتی از این دنیا رفتیم در اونجا، ان شاء الله بدون حساب و کتاب وارد شویم و اونو هم اگر به ما گفت، ما هم این جمله رو برای خودمون می کشیم که نحن المتحابون فی الله. ما از کسانی بودیم که به خاطر خدا حب ما لله بود، بغض ما لله بود، عطا و بخشش ما هم لله بود. همه کارهای ما در کارهای خود ما خدا محور بودیم. بله. این یکی از آثار. آثار دیگری که نقل شده، میگه یک پیرمرد یک روز آمد کنار امام باقر علیه السلام. اون شخص آمد عقاید خودش را برای امام باقر عرضه کرد. خب این فرمود که ابن رسول الله قبلا اینها مرسوم بوده در زمان. بله. خیلی از این روایت ها زیاد هم داریم که اینها میرفتن پیش
معصومین و عقاید خودشان را بر اونها عرضه میکردن، بعد میگفتن خب ما این عقاید خود رو میگیم، شما برای ما بفرمایید که این عقاید ما درست هست یا درست نیست. یک پیرمرد میگه آمد به امام باقر علیه السلام عرض کرد که من شما رو دوست دارم و کسانی که شما رو دوست داره هم دوست داره. اما جالبش اینجاست که احبکم لا لطمع فی الدنیا، حالا این که من گفتم شما رو دوست دارم به خاطر این نیست که شما یک چیزی به ما دادین و بذل بخشش میکنین، به خاطر اینها نیست، من خدا رو شما رو به خاطر خدا دوست دارم. این یک جمله. جمله دوم اینه که اینم جالبه، حلال شما را، یعنی حلال را که شما بیان میکنید، حلال شما، خب حلال از امام باقر که نیست دیگه، سر خدایه. یعنی احکام الهی، چیزی که به ما گفته حلال حلال میشمارم، چیزی که گفته حرام اینها رو حرام میشمارم. این جمله دوم. جمله سوم اینه که من منتظر فرجم، این حتی فرج از زمان خود پیامبر مطرح گفت من این سه کار رو میکنم، این سه تا جمله، این سه تا جمله رو عقیده مندم، حالا شما بفرمایید این درسته یا نه. امام باقر فرمود که همین جمله را از در زمانی که پدرم زنده بود هم به او عرضه شد. بله. پدرم در جواب او گفت چی گفت؟ نه تنها اینی که عقیده شما درسته و عقیده راسخ داری، بله، بلکه فرمود یک جمله زیباست، بلکه اینطوری فرمود که شما وقتی از دنیا میروی، بله، در حین احتضار، در عالم احتضار، ائمه معصومین از رسول الله تا امام 12، بله، 14 معصوم در حالت احتضار به دیدار شما میآید، چشم شما به جمال آنها روشن میشه و قلب شما خوشحال میشه. خود چی چیزی بهتر از این؟ بدون شک یکی از آثار مهم محبت انبیای برگزیده همینه که وقتی انسان اونها را دوست داشته باشه، علاقه من باشه، سبب می شود که در حین احتضار انشاءالله هیچ مشکلی به انسان رخ نده. تشکر می کنم. شما فکر کنم در خصوص سید عبدالعظیم حسنی هم چنین قضیه رو داریم که آمد خدمت امام هادی علیه السلام و دینش رو عرضه کرد. بله، بله. ای کاش که ما هم در عصر خود ما بتونیم حضرت حجت رو ببینیم و انشاءالله که بهرمند بشیم از حضور حضرتش. چقدر این بحث شیرین هست، چقدر این بحث زیبا هست و لذت بخش هست. عزیزان، ما یک وقفه کوتاه، یک میان برنامه بسیار کوتاه داریم، میپردازیم به ادامه بحث انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان خوب تلویزیون هادی از شهر مقدس نجف اشرف، جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه السلام. عزیزان، الحمدلله که توفیق داریم در شهر مقدس نجف اشرف ما بزرگ شما خوبان باشیم. انشاءالله که شما هم از دعای خیرتان فراموش نکنید. یادآور میشم باز هم که پل ارتباطی تلویزیون هادی شماره مثبت 964-780-255-413 هست. عزیزان ما میتونن که نظرات و پیشنهاداتشان با ما شریک بسازن و انشاءالله ما در خدمتشان با افتخار هستیم و همینطور برنامه های تلویزیون هادی رو از طریق شبکه های اجتماعی هم میتونین بیننده باشین، از طریق یوتیوب، آپارات و همینطور برنامه های دیگر، فیسبوک، میتونین صفحه هادی رو داشته باشید، صفحه تلویزیون هادی رو. در ادامه موضوع در خدمت کارشناس عزیزیمون هستیم. چقدر این بس جناب آقای خاتمی، این چقدر این بس شیرین است و زیبا و حقیقتا عمیق هم هست. ما فکر کنم که اگر اینطور پیش بریم باید زمان بیشتری اختصاص داده شود به شرح این زیارت پربرکت، که حقیقتا شاید بارها این زیارت رو من خودم خدمت حضرت امیر وقتی مشرف شدم خواندم، اما با این
عمیقی تا الان توجهی نداشتم و انشالله که همه ما توفیق داشته باشیم که هر اینچه که خدمت امیر معصومین قرار میکنیم متوجه باشیم. جناب آقای خاتم، میرسیم به فقره پنجم از زیارت امینالله که امام سجاد علیه السلام میفرماید محبوبتن فی ارضک و سمائک. لطفاً در مورد این فراز زیبا توضیحات رو اینت فرمه. خدمت شما عرض کنم که بله، در قسمت فقره پنجم که رسیدیم حضرت امام سجاد علیه السلام میفرماید که خدایا به ما محبوبیت در زمین و آسمان را عنایت کنید. بله. خب حالا هر انسانی به ما و انسان اگر ما در نظر بگیریم، شاید کسی را پیدا نتوانیم که در زمین بگوید من محبوبیت را دوست ندارم. بله، همه دوست دارد، در هر جایگاه و مقامی هم که باشه دوست داره که محبوب باشه. حالا یا اون محبوبیت به این سرحده که میخواید در خانه محبوب باشه، پدر، مادر، برادر، خواهران، یا اگر بزرگ شده ازدواج کرده، مثلا مرد میگه زنم بچه‌هایم دوست داشته باشه. بله. اگر زن میگه شوهرم و بچه‌هایم دوست داشته باشه، این نسبت به کانون خانواده. اگر بیرون از کانون خانواده فکر بکنیم، اگر مثلا بچه‌ی مدرسه‌ای هست دوست داره در مدرسه همکلاسی‌ها و افرادی که در یک صنف با اونها حضور داره دوست داشته باشه، مدیر مدرسه ای رو دوست داشته باشه، اساتید رو دوست داشته باشه، در جامعه، کوچه، بازار، هر جا که مرا محبوب باشه. بله. این یک خواستی است، یک میل طبیعی و یک غریزه طبیعی است که در تمام انسان ها وجود داره، جای شکی نیست. پس این یک خود محبوبیت و اینی که انسان میل به محبوبیت داشته باشه، اینی که در محبوب مردم باشه، یک امر طبیعیه. پس همه اینو دوست داره. و اگر ما بخوایم اینو بگیم که نه، یک ما میگیم که نه، محبوبیت امر طبیعی نیست، همه اینطور نیست، اون اگر یک شخص فکر بکنه محبوب نیست. بله. در جامعه محبوب نیست، در مدرسه محبوب نیست، در خانه محبوب نیست، محبوب نیست که هیچی، بلکه متنفرم هست، مردم منفور جامعه هست. بله. اون انسان چی بخواهیم چی نخواهیم کم کم مبتلا به مرض روانی میشه، کم کم گوشنشین و دست زدن به کارهایی که نباید شد. بله. این خودش یک غریزه است، یک میل است که در خودش حکمت وجود داره. خب حالا پس اصل میل به محبوبیت یک امری طبیعی است و یک غریزه طبیعی است که در شک وجود نداره. حالا خدمت شما عرض بکنم، این بس مطرح میشه که آیا این خوبه که انسان بیایه از خداوند بخواه که محبوبی در زمین آسمان باشه؟ یا اصل این خاص؟ بله، دایرهش بزرگتر میشه. بله، ما از خدا اینطوری بخوایم که خدایا من را در زمین و همچنین در آسمان محبوب قرار بده. این کار درسته؟ میگیم بله درست. اولا این که این جمله را کی گفته؟ امام معصوم بیان کرد. امام معصومی که طبق عقاید ما دروغ نمیگه، بدون شک معصوم است از همه خطا، از همه خطاها مبراست و معصوم. معصوم یعنی همین. بله. وقتی او بیان میکنه یعنی کاری اشتباهی نیست. بله. یا امام سجاد علیه السلام در دعای 20 صحیفه سجادیه میفرماید که اللهم اعزنی، خدای مرا عزیز بگردان، ولا تبتلینی بالکبر، اما عزتی که همگام با کبر و توأم با کبر و تکبر و غرور باشه نه، فقط برای من چی کار کن؟ برای من عزت بدی، برای من محبوبیت بدی. یه در نسبت به امام سجاد، نسبت به پیامبران اگر فکر بکنیم، حضرت ابراهیم علیه السلام از خدا یک درخواست داره، گفت واجعل لی لسان صدق فی الاخری، خواسته دیگه، خدایا نسبت به من، من را در بین مردم از به خبر خوب یاد کن. یعنی چی؟ یعنی بین مردم مستمرن، مردم از من به خوبی یاد کن. این خواست حضرت ابراهیمه، نشانم که پیامبر. بله. بله، معصوم. همینطوری هم شد، خداوند این دعایش اجابت کرده. شما که ببینید در همه ادیان حضرت ابراهیم محبوبه، در بین پیروان همه ادیان. پس این اصل خواسته که ما بخواهیم از خداوند متعال ما را محبوب بگردانه در زمین و آسمان، کار خوبی است، هیچ مشکلی نداره. و خوب هم هست که انسان فکر بکنه اطرافیان او را دوست داره. اگر دوست داره چیه؟ این سعی و تلاش میکنه که این دوستی ها از بین نره. وقتی احساس میکنه بله، خداوند متعال مرا دوست داره، ائمه معصومین مرا دوست داره، چیکار میکنه؟ میگه خب این دوستی نباید از بین بره. باید ما چیکار بکنم؟ باید کار را انجام بدم که اینها دوست داره، کاری که سبب میشه و اینها از من رویگردان شه و دیگر من را دوست نداشته باشه رو انجام ندهم. این بسیار صفت خوبی هم. بسیار بله. اما حرف اینجا اینه که در این فقره آمده که محبوبتن فی ارضک و سمائک. مقصود از ارض و سماء چی؟
خب در اینجا دو تا تفسیر برای این بیان شده، دو تا معنا ذکر شده. معنای اول اینه که نه، ما اینجا یک اهل را در نظر میگیریم. اینی که گفتم محبوبتن فی ارضک، یعنی در بین اهل زمین. اهل زمین نسبت به آسمان، اهل آسمان. حالا اهل آسمان کیه؟ فرشته ها هست. حالا ارواح ائمه معصومین و انبیا و اولیا را هم در نظر بگیریم. محبوب در آسمان یعنی اینی که پیش ائمه معصومین و فرشته ها چی باشه؟ محبوب. محبوب ما روایت هم داریم که فرشته هایی که حامل عرش الهی است، اونها برای مؤمن و برای شخصی که محبوب در آسمان هست دعا میکنه. یکی از دعاهاش اینه که خدایا این اگر خطا کرده خب ببخش، از توان شما که هست. بله بله، اینو ببخش و این رو وارد بهشت کن. این دعا رو برای کی میکنه؟ برای شخصی که محبوب در آسمانه. بدون شک کسی که وقتی نزد شخص محبوب هست برای از او خیر میخواهد. بدون شک این شخص محبوب در آسمان، پس شخص در آسمان محبوبه. اینی که در آسمان محبوبه یعنی چی؟ یعنی ملائکه مقرب الهی اینها برای او دعا میکنند. این خدمت شما عرض بکنم نسبت به معنای اول که ما میاییم نسبت به معنای اول این معنا رو میکنیم که منظور از محبوبتن فی ارضک و سمائک یعنی در بین اهل آسمان، در بین اهل زمین. در بین اهل آسمان یعنی فرشته ها و ملائک، در بین اهل زمین یعنی بین مردم، پیش همین مردم خداوند متعال ما را محبوب قرار بدهد. این نسبت به معنای اول. یک معنای دیگری هم که ما میتونیم بیان بکنیم یا بیان شده اینه که نه، اصلا چه لازمه که ما اهل در تقدیر بگیریم؟ بله، ما میاییم خود زمین و خود آسمان را محور قرار میدیم. یعنی امام سجاد در اینجا فرموده که خدایا مرا در زمین و در آسمان محبوب قرار بده. خب این سوال مطرح میشه، خب زمین چیه؟ بله، غیر از چوب و خاک و یکسری گیاهان و علفزار چیزی دیگه نیست. خب محبوب بودن در بین اونها که معنا نداره. پس چطور میایم بگیم که نه، اهل رو ما در تقدیر نگیریم، میایم میگیم در بین زمین، در بین آسمان؟ بله. خب اینا که به تعبیر ما و شما به چشمی غیر مسلح اگر بگیم، خب اینا که جانی نداره، توانی نداره. محبوبیت در بین اونها و مبغضیت در بین اونها هر دو تا برابر. بله. خب چرا اینها ما بیایم این کارو بکنیم؟ میگیم خب آیات قرآن دارم که و یسبح له ما فی السماوات و الارض، همه برای خدا تسبیح میگه. یا نسبت حتی به موجودات دیگر، همین گیاهان و علفزارها، اینا اینا خودشان ما و شما احساس نمی کنیم. ما و شما خیال میکنیم اینها مرده یه. بله بله، در حالی که اینا هم اینا یک شعر برای اینها گفتن که اینا چی میگن برای ما و شما؟ ما و شما بله. مخاطب قرار میگن. بله. میگن ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. بله. ما بین خودمان میشنویم، میبینیم و هوش داریم، عقل داریم، اما اینی که شما احساس نمیکنید با شما حرف نمیزنیم چون شما نامحرمید. نامحرمید برام. پس طبق این معنای دو ما چی کار میکنیم؟ میگیم نه، امام سجاد علیه السلام که فرموده منظورش اینه که در بین زمینیان، در بین زمین بله. و آسمان، خود آسمان. زمین و آسمان، نه اهل زمین که مراد فقط مردم شده بله. یا اهل آسمان که ما تعبیر کردیم به ائمه معصومین و اولیای الهی امثال زد. حالا پس بنابراین این فقره پنجم معنایش چی میشه؟ که خدایا من را محبوبی در زمین و آسمان طبق معنای دوم، یا در بین اهل زمین و اهل آسمان طبق معنای دوم ما را محبوب قرار بده. حالا خدمت شما عرض بکنم، این جمله را عرض کنم بسیار کوتاه. بله. کسب محبوبیت بین اهل زمین و آسمان چیه؟ چطوری ما میتونیم به این محبوبیت برسیم؟ بله. از رسول مکرم اسلام همین سوال مطرح شد. یک شخصی آمد گفت یا رسول الله، من چطوری محبوب در آسمان و زمین شم؟ خداوند متعال فرمود اگر میخوای محبوب در آسمان باشی، پیامبر مکرم اسلام فرمود که اگر میخوای محبوب در آسمان باشی، اون چرا که خدا خواسته را انجام بده، اون چرا گفته ترک کن تام ترک کن، پایبندی به واجبات محرمه، انجام واجبات، این کار رو اگر کردی میشه محبوبی آسمان. خب محبوب زمین چطور؟ گفت اگر محبوب زمین میخوای باشی، اون چی که در دست مردم هست از اون توقع نداشته باش، محبوب میشه. فلانی خانه دارد، خب داره داره، تو نسبت به او پرهیز کن، پول داره، هر روز به دمی درش نرو، به گدایی در دمی در اشان نرو، از اون توقع نداشته باش. اگر استغنای از غیر داشته باشی،
اون چی که دیگران داشته دارن تو از اون بی نیاز باشی، این سبب میشه که به این مردم محبوب باشی. سر در کار دیگران نباشه، یعنی سرکشک به قول شما سرکشک از کار دیگران نکن. خب مثلا شما فرض کن این تجربه شده، ما شما زیاد تجربه کردید، یکی میره خانهش میگه خب آقا فلانی شخص رفیق ما بسیار آدمی خوبه، چطور؟ میگه خانه ما میآید، یک صحبت و احوال پرسی و یک چای میخورد و برمیگردد بدون اینکه سر به کار ما بزنه، یعنی سرکشک کند که ما چی کار کردیم. آقا این خب این فرش جدیده، اینو کجا خریدی؟ درآمد داری چی؟ بله این فرش جدیده که خریدی، حتما پس پول داری، ماشاءالله ماشین جدید داری، پولش از کجا کردی؟ این اینطور آقا رو میگه ما چیه؟ یکی سرکشک نمیکنه، این رو دوست داره، همه هم دوست داره، میگین آقا خیلی خوبه با این دوستی بکنی دیگه مشکل نداره. اما فلانی خدا نصیب نکنه این آقا اگر با شما رفیق شوه ته توی زندگی تو رو اگر در نیاره نمیگذاره. حالا امشب میاد از تو سوال میکنه این چی شده، این شب میاد این چی شده، همه این امور رو زیر رو میکنه. پس اگر میخوای محبوب در بین زمینیان، یعنی در زمین و برای اهل زمین باشی، باید نسبت این صفت استغنایی رو داشته باشی، نسبت به کار مردم سرک نکش، کارت به کار سرت به کار خودت باشه. بسیار تشکر میکنم شما جناب آقای خاتمی، واقعا لذت بردیم و چقدر زیبا بود بیانات ائمه معصومین، خاصتا حضرت امام سجاد علیه السلام که واقعا استفاده کردیم. در پایان باز هم تشکر میکنم شما از یک وقتان در اختیار ما قرار دادیم. بینندگان عزیز، وقت ما به پایان رسیده، مجال برای صحبت و ادامه حرف نیست. همینقدر از بارگاه رب العزه میخواهیم که به همه ما توفیق بده که از جمله کسانی باشیم که چه محبت ما و چه بغض ما فقط برای رضای خدا باشه، کسانی رو دوست داشته باشیم که خداوند اونها رو دوست داره، و از کسانی هم دوری بکنیم که خداوند از آنها بیزار هستن، و همینطور دعا بکنیم به حق همدیگر و به حق برادران مؤمنیمان و خواهران مؤمنیمان که انشاءالله همه ما از جمله کسانی باشیم که محبوب در بین زمینیان و اهل آسمان باشیم. شما رو به خداوند یکتا میسپارم تا یک برنامه دیگر. خداوند یار و مددگار شما باشه.